حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقای خیلی خوش آمدید. صحبت‌های ودانت پاتل رو شنیدین، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن ابزارهایی داره تا هر دو رژیم رو پاسخگو بکنه. از چه ابزارهایی داره صحبت می‌کنه؟ خب ببینید، پیش از اینکه به این ابزارها بپردازیم، اینو باید بدونیم که کلا از نظر میزان کشتار در سوریه، رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی و روسیه، اینا مرتکب در واقع بیشترین جنایات شدن و مرتکبین اصلی جنایات در سوریه هستند. و بشار اسد که میزبان آقای ابراهیم رئیسی بود، خودش به همراه اعضای خانواده از جمله برادرش ماهر اسد، فرمانده لشکر چهارم، و بقیه تبهکاران و جنگسالاران و اون اعضای مافیای اقتصادی و نظامی سوریه، اینها در واقع الان روی ویرانه‌ای به نام سوریه دارن فرمانروایی میکنن. و یکی از دلایل اصلی بروز تراژدی به نام سوریه همین سیاست‌های دولت آمریکا بود، به خصوص در دوران دولت اوباما که اومد حمایت کرد از انقلاب مردم سوریه و حتی استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی رو یک خط قرمزی برای دولت آمریکا خوند. ولی بعداً به دلایل بسیار زیادی، از جمله برخی اشتباهات اپوزیسیون سوریه و مهمتر از همه دلبستگی اوباما به برجام، یعنی این توافق هسته‌ای، در واقع پشت کرد به مردم سوریه و عملاً سوریه رو تقدیم کرد به جمهوری اسلامی و روسیه که بیان در واقع سوریه رو ویران بکنن. و عملاً این جنگ یک بیزینسی بود برای سوریه و جمهوری اسلامی. الانم در مورد ابزار کلا آمریکا، ما دو تا روند رو شاهد هستیم. در واقع یکی عادی سازی، این تقویت رابطه بین جمهوری اسلامی و سوریه هستش، و یکی عادی سازی رابطه بین سوریه و کشورهای عربی. من مطمئن نیستم، ممکنه در مورد تقویت رابطه جمهوری اسلامی و سوریه باز هم بیاد دولت بایدن یک سری افراد و اشخاص رو در واقع مورد تحریم قرار بده. ولی در مورد عادی سازی رابطه کشورهای عربی با سوریه، الان این یک مقدار چالش برانگیز است، چون دارن اردن و امارات فشار میارن رو دولت بایدن که تحریم‌های 3000 رو لغو کنه یا کاهش بده در مورد سوریه، تا این کشورهای عربی بتونن عادی سازی رابط با اسد داشتی پیش بگیرن، چون اعراب بخواد سرمایه گذاری کنن در دوران بازسازی سوریه. خب آقای در مورد همین عادی سازی روابط با در واقع کشورهای عربی، بلینکن هم گفته به شدت با این مسئله مخالف هستند. با توجه به تمام تحولات منطقه‌ای و با توجه به حضور چین و رقابتش با آمریکا، چقدر آمریکا میتونه پافشاری بکنه روی این مواضعی که امروز داره؟ دو روز پیش وال استریت جورنال یک گزارش رو منتشر کرد که نشون میداد که داره دولت بایدن به طور مخفیانه پشت پرده مذاکره میکنه با رژیم اسد برای آزاد کردن یک تفنگدار سابق آمریکا، یک روزنامه‌نگار سابق به نام آقای تایس که در واقع زندان هستش در سوریه، زندان هستش. یعنی از یک طرفی دولت بایدن داره میگه من مخالف این هستم که سوریه عادی سازی بکنه رابطش با کشور عربی، ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که داره مذاکره میکنه برای آزاد کردن این زندانیان خودش در سوریه. چالش بسیار بزرگی برای دولت بایدن هستش به نظر من، برای اینکه گفتم اعراب، اردن و امارات دارن فشار میارن رو دولت بایدن که تحریم‌های 3000 لغو بشه، چون میخوان که با در واقع تنش رو کاهش بدن با رژیم اسد، میخوان علاوه اقتصادی سرمایه گذاری کنن در سوریه. و البته یکی از درخواست‌های کشورهای عربی، مثلا عربستان، هم این میتونه باشه که بشار اسد روابط خودش با جمهوری اسلامی رو تعدیل بکنه. پیش شرطی هستش که اگر این کار رژیم اسد انجام بده، اونها تمایل بیشتری خواهند داشت که سرمایه گذاری بکنن در سوریه. از طرف دیگه چین هم در واقع به نظر میرسه که در دوران بازسازی سوریه سهم بسیار مهمی رو ایفا بکنه. بنابراین چالش برای دولت بایدن این هستش که هم تو مسئله تقویت روابط بین تهران و دمشق و هم در مورد عادی سازی روابط بین اعراب با کشور سوریه، اینا در واقع یک موضع بسیار قاطع در بگیرن، در مورد هر دو مخالفت میکنن و تحریم‌های زیادی رو لغو کنن. ولی من بعید میدونم دولت بایدن در واقع بخواد یک اقدام قاطعی در برابر این مسئله نشون بده.